طرز تهیه خمیر شیرینی دانمارکی. این خمیری هست که امروز قرار آموزش بدیم. خمیری به عمل اومده و مرغوب، آماده برای تهیه خوشمزه ترین شیرینی ها. تنوع شیرینی دانمارکی در دانمارک، آلمان و دیگر کشورهای جهان انواع و حتی اشکال مختلفی داره. شیرینی دانمارکی با طعم دارچین هم در این کشورها بسیار شناخته شده. تصاویری که در این ویدیو ملاحظه میکنید نمونه های متنوعی از شیرینی های دانمارکی هستند. طرز تهیه این خمیر: مقدار 450 میلی گرم آب، 50 میلی گرم خامه، 1 عدد تخم مرغ کامل، 35 گرم پودر خمیر ترش، 25 گرم نمک، 90 گرم شکر و 500 گرم آرد رو درون دستگاه همزن برقی می‌ریزیم و با دور بسیار کند که همون درجه 1 باشه شروع به هم زدن می‌کنیم. تمام اجزای تشکیل دهنده این خمیر باید از ابتدا خنک باشن. حتی آرد مصرفی رو باید چند ساعت قبل از استفاده درون یخچال بذاریم تا خنک بشه. بعد به مواد اضافه کنیم. چنانچه هنگام هم زدن یا مخلوط کردن مواد خمیر بر اثر اصطکاک گرم بشه، کره‌ای که بعداً قراره به خمیر اضافه کنیم گرم میشه و کاملا جذب خمیر میشه. ما قصد نداریم که خمیر کره رو به خودش جذب کنیم. وقتی کار هم زدن تموم شد، توی یک سینی کمی آرد می پاشیم و خمیر رو به اون منتقل می کنیم و خمیر رو برای مرحله بعد آماده می کنیم. با دستمون کمی خمیر رو باز می کنیم، ولی از ورز دادن همونطور که گفتم خودداری می کنیم. بعد مقدار 230 گرم کره رو که قبلا در کاغذ روغنی پهن کردیم و بستیم رو به همراه خمیر به مدت 1 ساعت در یخچال می ذاریم تا گلوتن موجود در خمیر استراحت کنه و باعث جمع شدن خمیر نشه. بعد از 1 ساعت خمیر رو از یخچال بیرون میاریم. دوباره سطح کار رو کمی آرد میپاشیم و خمیر رو روش قرار میدیم. حالا کره رو باز میکنیم و روی خمیر قرار میدیم و دو سر خمیر رو به هم میاریم. توجه داشته باشیم که باید خمیر رو با وردنه از قسمتی شروع به باز کردن بکنیم که دو طرف سمت راست و چپ خمیر باز هستن و از قسمت بسته خمیر به سمت باز خمیر، یعنی به سمت جلو، وردنه رو حرکت بدیم. اگر برخلاف این مسیر از وردنه استفاده بکنیم، قسمت بسته خمیر بدون کره باز میشه که کار ما رو سخت میکنه. اگر به این نکات توجه بشه، خمیر بسیار ترد و خوبی برای تهیه انواع شیرینی ها به دست میاریم. صبر و حوصله کافی شرط اصلی هستند. خمیر رو تا میزنیم و مجدداً با وردنه خمیر و کره رو سعی میکنیم یک دست کنیم.
دوباره روی خمیر سلفون میکشیم و به مدت 1 ساعت دیگه در یخچال قرار میدیم و بعد مجدداً از یخچال خارج میکنیم و تمام مراحل رو تکرار میکنیم تا خمیر ما آماده استفاده بشه. خمیر ما آماده شد. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید تا برنامه بعد. روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.